آقای امینی یک سلسله تحقیقات دراز مدت در باب تاریخ ایران و به خصوص تاریخ ایران در جاهایی که هرگز به آن پرداخته نشده است انجام دادند. در آخرین گفتگویی که ایشان درباره شادروان فروغیز و کالملک داشتند وعده کردند که یک بار دیگر هم درباره زکالملک صحبت خواهند کرد. امروز بخش دوم و آخرین بخش زندگی سیاسی فرهنگی فروغی زکالملک رو از آقای امینی خواهیم شنید. جناب آقای امینی، درود بر شما. درود بر شما. امیدوارم حالتون خوب باشه. بله. خوبین آقای امینی؟ بله کاملا. یادآوری میکنم باز به همیهنان گرامی که کتاب تازه من اینک وارد بازار شده و در کتاب فروشی ها در آمریکا و اروپا در دسترس هست، زیر نام زندگی و زمانه احمد کسروی، و اون دسته از همیهنانی که تماس گرفتن با از راه ایمیل با من در همین روزهای آینده دوستان کتابهایی رو که اونها سفارش دادن با امضا برایشون خواهم فرستاد. یک سوء برداشتی در هفته گذشته پیش آمده بود هنگامی که شما درباره این کتاب توضیح میدادید. دوستانی گمان کردن که شاید این کتاب رو میتوانن از راه تلویزیون اندیشه سفارش بدهند، و این است که به تلویزیون اندیشه زنگ زدم، در حالی که من اشاره کرده بودم که این کتاب رو میتوانند از راه تماس با این ایمیل یک کلمه سفارش بدن. البته پس از صحبت با جناب کاردان، ایشان هم پذیرفتند که اگر هم میهنانی با تلویزیون اندیشه تماس گرفتند، تلویزیون اندیشه نشانی اونها رو برای من خواهد فرستاد و بیان که هزینه و گرفتاری و وقتی برای همکاران در تلویزیون اندیشه به وجود بیاید، کتاب برای اونها فرستاده خواهد شد و حتما کمیسیونی هم به تلویزیون اندیشه خواهیم داد. البته این قسمت شوخی بود، ولی به هر روی امیدوار هستم که بتوانم این کتاب رو در دسترس شما قرار بدهم. تا به امروز هم استقبال خیلی زیادی از این کار شده، از کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی، و دوستانی که در لس آنجلس هستن میتوانن با رجوع به کتاب فروشی ناشر این کتاب و همچنین در شهرهای دیگر با تماس با این کتاب فروشی و یا در اروپا با تماس با کتاب فروشی فروغ در واقعی رو دریافت کنن. این رو هم بیفزایم که هفته آینده در روز شنبه 8 ماه اکتبر من در کتاب فروشی فروغ در شهر کلد که برای همه ایرانیان شناخته شده است و جایگاهی است که نشست های رونمایی کتاب و روشنفکری و سیاسی برگزار می کند و کتاب فروشی بسیار معتبری است، در کتاب فروشی فروغ از ساعت 7 پس از نیم روز یا به گفته اروپایی ها ساعت 19 برنامه خواهم داشت برای رونمایی کتاب، سخنرانی درباره کسروی و امضای کتاب برای دوستداران. کتاب فروشی فروغ 8 ماه اکتبر، و امیدوارم که علاقمندان و دوستان رو در اروپا در اونجا ببینم. البته در هفته آینده هم آقای مهری لطف خواهند کرد و برنامه های دیگر من رو در اروپا به آقایی همیهنان خواهند رساند. میبخشید جناب مهری از اینکه پیش دستی کردم و جلوتر از شما مطالبی رو به آقایی همیهنان رساند. خواهش میکنم آقای امینی عزیز. پیش از اینکه بپردازیم به دومین بخش زندگی و آثار فروغی، یک ایمیلی رسیده میخواستم با شما در میان بگذارم. نام این فرستنده اینجا ذکر نشده، به صورت نوشتند: آقای امینی عزیز، من با کارها و کتابهای پژوهشگر بزرگ آشنایی دارم و بسیار از ایشان آموختم، یعنی از شما،
ولی مدت کوتاهی است که برنامه‌های برگی از تاریخ را می‌بینم که همه حاکی از چیرگی شما بر تاریخ ایران و برنامه‌سازی است. شما با طرح پرسش‌ها به گونه‌ای برنامه را راهنمایی می‌کنید که در پایان در می‌یابم که شما یک ژورنالیست بزرگی هم هستید. این در باره شما جناب مهدی. نه خیر. پرسش من در باره تیمورتاش است. آیا برنامه‌ای در این باره داشته اید؟ در آرشیو هرچه گشتم نیافتم. آیا خواهید داشت؟ شما منبعی را توصیه می‌کنید در باره تیمورتاش؟ با ارادت خدمت آقای مهری بزرگ. تصحیح میکنم مهری کوچک. خشم آقای امینی. بله. نظر سو بفرد. در مورد تیمورتاش منابع بسیار اندک است. یادداشتهایی است که خیشاوندان صدایی که مقدار میپیچه جناب کارگردان بله درست کرد از سوی دختر ایشان و دیگران در این باره یادداشتهای منتشر شده. در روزنامه های ایران پس از شهریور 20 هم یادداشت های کسانی درباره تیمورتاش بیرون دادن. یکی از کامل ترین کارهایی که در این زمینه صورت گرفته و من آگاه نیستم که این همیهن گرامی که من در سفری به تورنتو با ایشان آشنا شدم این کار رو به چاپ رساندن یا نه، کتابی است به انگلیسی که این کتاب رو یکی از خیشاوندان نوادگان آقای تیمورتاش نوشتن. پژوهش بسیار ارزشمندی است. من بخشای از اون رو دیدم و کار بسیار بزرگی انجام دادن. بنا بود که حتی من پیشان پیشنهاد کردم که این کتاب رو در اختیار جناب مهری قرار بدن برای اینکه به فارسی برگردانده بشود. آگاهی ندارم که این کتاب به چاپ رسید یا نه. در برنامه هفته آینده پس از پرسش از ایشان این آگاهی رو به شما خواهم رساند. اما این دست کم نوید رو به شما میدهم که شاید در این ماه آینده مانند کاری که در چند هفته گذشته درباره فروغی داشتیم گفتگویی با آقای مهری درباره تیمورتاش داشته باشیم. تیمورتاش و رزمارا دو تن از رجال بسیار برجسته سیاسی ایران هستند که میتوان گفت یتیم شدن. به این معنی یتیم شدن که هیچ یک از خانواده های سیاسی ایران اونها رو به پسرخواندگی نپذیرفته. تیمورتاش یکی از دو نفری است که در واقع میتوان گفت که در کنار رضا شاه مثلث قدرت در ایران بودند و داور تیمورتاش و رضا شاه به راستی کشور رو میگرداندند و خود تیمورتاش باید گفت تواناترین و قدرتمندترین وزیر دربار در تاریخ ایران بوده. هیچ وزیر درباری در تاریخ ایران به جایگاه تیمورتاش نرسید و حتی میتوان گفت که خیلی ها بر این باور بودن که تیمورتاش اگر میخواست به خیز به سوی پادشاهی بردارد از رضا شاه شاید تواناتر بود. البته اینها بحث هایی است که اگرهای تاریخ است که چون به وجود نیامد و به وقوع نپیوسته نمیتوان درباره اونها داوری کرد. نخستین کسی است که درباره افزایش سهم ایران در نفت در قرارداد دارسی با بریتانیا وارد گفتگو شده، ولی سرانجام مورد خشم رضا شاه قرار گرفت. مانند بسیار دیگر نخست خانه نشین شد، متهم شد به جاسوسی برای بیگانگان از جمله روس‌ها، شوروی و سرانجام محاکمه شد و در زندان درگذشت. این است که نه مخالفان رضا شاه و نه موافقان رضا شاه توجه چندانی به تیمورتاش و نقش او در تاریخ داشتن. همین رو میتوان در مورد رزمارا گفت که هیچ کس در واقع میتوان گفت که از این خانواده های سیاسی ایران با رزمارا خیشاوندی فکری نداشته. اونهایی که طرفدار دربار بودند رزمارا رو یک شورشی در برابر یا یک ارتشی توطئه‌گر در برابر قدرت محمد رضا شاه می‌دانستند. آنهایی که به جریان‌های اسلامی وفادار بودند
که بهروج یکی از اون گروه ها گروه فدایان اسلام رفت و کشت. البته در این باره گفتگو بسیار است. طرفداران جبهه ملی هم که سخت با رزمارا به عنوان آخرین نخست وزیر پیش از مصدق و سخنانی که مصدق در مجلس در هنگام طرح اعتبار یا طرح رأی به رزمارا مطرح شده، دشمنی بسیار بسیار زیادی با رزمارا داشتن. این است که رزمارا، البته تیمورتاش به نظر من شخصیت بسیار برجسته تری و موثرتری در تاریخ ایران بوده، اینها شناخته شده نیستند و درباره اونها کار کم شده. من حتما در برنامه‌ای در یک ماه آینده، در دو برنامه شاید، به موضوع تیمورتاش و نقش او از هنگامی که به عنوان جوانترین نایب رئیس مجلس در اون دوران برگزیده شد و پس از اون خواهم پرداخت و این یادداشت همیهن گرامی رو به راستی ازش سپاسگزار هستم و در این باره حتما بیگمان در این باره با شما گفتگو خواهم کرد. آقای امینی، به یاد داشته باشین که فرمودید یک ماه دیگر. در یک ماه آینده. شما انقدر گرفتاری دارین که من میترسم یک ماه بیشتر بشه، مثلا 31 روز بشه. آقای امینی، پیش از این که به زندگی شما در جناب بوری، شما آمریکایی‌ها اصطلاحی دارن میگن که نگه داشتن پا بر آتش، این یعنی در واقع یک کاری رو که انسان مجبور بشه کاری رو انجام بده. شما پای بنده رو در آتش نگه دارید و این روز شماری کنید برای که این 30 روز به 31 روز تبدیل نشه. خواهش میکنم. این خود شما هستین که بعد پاتون نمیشه رو آتش باشه. آقای امینی، پیش از اینکه بپردازیم به زندگانی فروغ از عصر پدرش، چون پدرش هم شخصیتی فرهنگی بوده، پیش از اون یه سوالی داشتم و اون این است که اختلاف مصدق و فروغی به اصطلاح صحیح هست یا هم چیزی بوده و اگه بوده ریشش در چه بوده؟ روی هم رفته میانه مصدق با فروغی و میانه فروغی با مصدق چندان خوب نبوده. عجب. یعنی این دو شخصیت و شخصیت های دیگری که در تاریخ ایران بودن، مانند تلیزاده، مصدق نسبت به اونها بسیار بدبین هست. بگویم چرا. مصدق از یک جایگاه بسیار استقرار طلبانه در مورد تاریخ ایران داوری میکنه، سخت با دخالت بیگانگان دشمنی و ستیز داره، در واقع نماد کوشش برای استقلال در ایران هست و به همین دلیل هم در پیامد این کوشش و این نوع اندیشه رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت شد. راستی همین است که در تاریخ ایران موضوع وابستگی ایران به دولت‌های بیگانه یا نفوذ دولت‌های بیگانه در سیاست داخلی ایران از میانه دوره فتحعلی شاه آغاز شد و سرانجام با شکست ایران در جنگ‌های دو جنگ ایران و روس و امتیازهایی که ایران سپس به دولت بریتانیا برای همین شکست داد، یا یک نوع معامله‌ای کرد، یک نوع موازنه ای رو ایجاد کرد، کار نفوذ دولت‌های بیگانه در ایران بسیار بالا گرفت تا جایی که تقریبا میتوان گفت که کمتر کسی میتوانست در نخست وزیری بماند یا صدر اعظم باشد بدون اینکه یکی از این دو سفارتخانه، بریتانیا یا روسیه اون زمان، از او پشتیبانی کرده باشد. و همین مسائل رو میتوانید در مورد امیر کبیر و دیگران ببینید و خیلی بالا گرفت، به ویژه در دوران انقلاب مشروطه خیلی بالا گرفت. این است که در میان ایرانیان یک نوع آتشی برای استقلال زبانه میکشید. کشوری که بر روی پیشینه امپراتوری داشت، پیشینه کشورگشایی داشت و روی هم رفته بر کشورهای پیرامون، سرزمینهای پیرامون تأثیر میگذاشت، اینک در پایان دوره قاجار تبدیل شده بود به یک کشوری که
در دست دولت‌های خارجی بود و ایرانیان هیچ گونه اختیار مستقلی نداشتند. ایرانیان خودشون رو مقایسه می‌کردند با هند. هند مستعمره بریتانیا شده بود، ایران تحت الحمایه شده بود، مستعمره نبود. تا جایی که در جریان پیمان 1919 نخست وزیر ایران، نخست وزیر مشروطه، تن در داد به پیمانی که ایران رو تقریبا تحت الحمایه رسمی دولت بریتانیا قرار میداد، یا در دوره ناصرالدین شاه پیمان معروف رویتر که بخش زیادی از اقتصاد ایران رو در دست بریتانیا قرار میداد، همه اینها یا پیمان به هر حال دارسی که عملا نفت ایران رو واگذار کرد به یک تبعه خارجی و سرانجام به دولت بریتانیا به طور غیر مستقیم، همه اینها دردهایی بود که در میان مردم ایران آتشی بود که زبانه میکشید و مصدق یک نماد کوشش برای دستیابی به یک استقلال و قانونگرایی بود. و فروغی شخصیتی بود که به جنبه استقلال بها میداد، ولی برای او پیشرفت جنبه و ارزش بالاتری رو داشت. در واقع باید گفت که فروغی و مصدق، یا فروغی و تقی‌زاده و مصدق، آن دو در یک سو یا مصدق در سوی دیگر، هر دو دل مشغول یا سخت بیمناک آینده ایران بودند و دوستدار اینکه ایران سرفراز و پیشرفته باشد، اما از دو دیدگاه کاملا متفاوت. نگاه مصدق از منظر دموکراسی و قانون مداری بود، نگاه کسانی مانند تقی‌زاده و فروغی از منظر پیشرفت بود. حاضر بودند برخی از جنبه‌های قانون اساسی رو در راستای پیشرفت ایران فدا بکنند. امروز که به تاریخ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم هر دو سوی این گفتمان دارای جنبه‌های بسیار مثبتی بودند. چه افسوس که نتوانستند نخبگان ایرانی به دلیل خودکامگی در ایران، به دلیل بسیاری از جنبه‌های دیگری که در این برنامه فرصتی برای پرداختن به اون نیست، نتوانستند در یک سوی قرار بگیرند. در کشورهایی که ما امروز شاهد پیشرفت اونها هستیم و کشورهای پیشرفته دنیا هستند، نخبگان این کشورها با همه گرفتاری‌ها و اختلاف‌های دیدگاهی در یک راستا با یکدیگر همسو شدند. ما در ایران این رو نمی‌بینیم. مصدق سخت خورده می‌گرفت به فروغی در دورانی که او در کار عدلیه بود، رئیس دیوان تمیز بود یا تمییز، و یکی از بالاترین، بلندپایه‌ترین جایگاه‌ها رو در ساختار قضایی ایران داشت و همون زمانی بود که او به اروپا رفت برای شرکت در کنفرانسی که درباره پیمان ورسای بود و حتی رفت به عثمانی برای ترکیه، پوزش می‌خوام ترکیه شده بود اون زمان، رفع اختلاف ایران و ترکیه. در اون دوران فروغی به عنوان یک شخصیت بسیار بلندپایه دوران آغاز فرمانروایی پادشاهی رضا شاه رفتار می‌کرد. در اون دوران است که موضوع کاپیتالیسیون مطرح شده بود. برای دومین بار در تاریخ ایران مسئله لغو کاپیتالیسیون مطرح شده بود و ایرانیان در سودای لغو کاپیتالیسیون بودند. و اصلا نوشتن قانون مدنی و قانون جزایی در ایران، شتاب در نوشتن اونها از جمله برای این بود که بتوانند کاپیتالیسیون رو لغو کنند. در هنگامی که مصدق هنوز در چالش سیاسی ایران درگیر بود، در اون دوران پادشاه شده بود رضا شاه، انتخابات مجلس ششم انجام شده بود و مصدق یکی از محدود انگشت شمار نمایندگانی بود که به مجلس ششم راه یافته بودند، اختلاف نظری به وجود آمد. در اون هنگام فروغی در ایران نبود و مصدق به نقد او نشست و ایراد گرفت که او با دولت‌های روسیه، شوروی و بریتانیا وارد گفتگو شده و متهم کرد او رو که می‌خواهد کاپیتالیسیون رو ادامه بدهد.
فروغی بسیار بسیار رنجیده شد از این موضوع و خورده گرفت. نوشته از او در دست است که امروز فرصت نیست من اون رو بخوانم، خورده گرفت بر مصدق و او رو تقریبا میتوان گفت یک عوام فریب خواند، بدون اینکه از این واژه استفاده کنه، و پاسخ داد که من هیچگاه در روابط ویژه محرمانه با این دولت ها نبودم و اگر بودم حتما باید من رو به خیانت متهم میکردید. روی هم رفته باید گفت که یک نوع بدگمانی نسبت به رفتار این نوع سیاستمداران از سوی دو طرف بود. من بر این باورم، شاید بسیاری از دوستان از من رنجیده بشوند، که در این خردگیری مصدق نسبت به فروغی گمان میکنم که حق با فروغی بود و فروغی به دنبال سازش یا کنار آمدن و دادن امتیاز ویژه‌ای به این دولت ها نبود، بلکه میخواست که یک رابطه ای رو ایجاد بکند که این رابطه به سود توسعه ایران باشد. مصدق هیچ نوع دخالتی رو در امور سیاسی ایران از سوی خارجی ها نمیپذیرفت و بسیار پرخاش کرده فروغی. باید با شوروقتی باید گفت که فروغی زود درگذشت، در همون دو سال آغاز دوره دموکراسی ناقص در ایران، و فرصتی به وجود نیامد تا فروغی و مصدق بار دیگر با یکدیگر همکاری کنند و شاید بتوانند این گرفتاری 20 سال پیش رو یا 17 سال پیش رو برطرف سازند، و این فرصت روی نداد. هنگامی که فروغی نخست وزیر شد پس از آمدن متفقین به ایران، پیش از رفتن رضا شاه، و سپس در یک سال پایانی آغازین دوران محمد رضا شاه، مصدق در سپهر سیاست ایران هنوز حضور فعال نداشت. و این است که باید گفت که این هم از گرفتاری های ویژه تاریخ پر تب و تاب و پر از فراز و فرود ایران است که کسانی مانند فروغی و مصدق که هر دو خدمتگزاران تاریخ ایران بودند، با چنین بیمهری به یکدیگر مینگریستند و یکدیگر رو نمیپذیرفتند. ممنونم از شما آقای امینی عزیز. بازگردیم و زندگی فروغی و جایگاه پدرش آغاز کنیم. بله. پدرش در چه موقعیتی در ایران خدمت میکرد؟ فروغی از یک خانواده غیر قاجار یا اشرافی برخواسته بود. نیاکان فروغی بازرگانانی در اصفهان بودند. آقا مهدی ارباب پدر بزرگ فروغی بود و پدر فروغی محمد حسین خان زکالمرک، که در واقع لقب زکالمرک رو اول او می داشت، از دیوانیان بسیار با دانش دوران ناصرالدین شاه بود. روزنامه بیرون میداد، مجله بیرون میداد به نام تربیت، و در اونجا بسیار کارهای ارزشمندی انجام داد. باید گفت پدر فروغی از پایه‌گذاران، یا شاید نتوان گفت پایه‌گذار، ولی پیام‌آوران آغازین مدرنیته در ایران به شمار می آمد. از شاید از صف نخست نبود، ولی دست کم می توان گفت از صف دوم بود. از کسانی بود که در این راستا کوشش کردند و این شخصیت محمد علی فروغی زکالمرک رو پدر او پرورش داد و ساخت. او در کنار پدرش از شاید 16-17 سالگی در مجله تربیت کار میکرد و در همون زمان هم در دارالفنون بود. این خانواده کوچکی بودند، از خانواده اشرافی به شمار نمی آمدند، ولی برخی بر این باور هستند، در پژوهش‌هایی که انجام شده هیچ گواهی هم بر درستی اونها در دست نیست، ولی رد اونها را من ندیدم که خاندان فروغی نمایندگی داشتند یا نمایندگی از خاندان فروغی از سوی بازرگانان اصفهان در دشت مغان، در هنگامی که نادرشاه اون سخنرانی بسیار بسیار معروف را انجام داد و پادشاهی را پذیرفت، نماینده یکی از گروه ها در دشت مغان بودند. اسناد زیادی در این زمینه در دست نیست، ولی شواهدی در دست است که چنین داوری میتواند درست بوده باشد. برخی هم این داوری رو روان کردند که خاندان فروغی
یهودی تبار بوده. خب گیرم که بوده باشد، ولی بر روی بسیاری از ایرانیان شاید یهودی تبار بودند و رفته رفته زیر فشار دیگران این آیین رو کنار نهادند. در این باره هم ما باز سندی در دست نداریم که نشان بدهد که خاندان او یهودی تبار بوده، ولی پدر او محمد حسین خان زکای ملک فروغی شخصیت برجسته‌ای در دوران ناصرالدین شاه به شمار می آمد، در زمینه در راستای کار دیوانی و کار اندیشه‌ای، و در دامن این خانواده بود که محمد علی فروغی پرورده شد و پس از مرگ پدر در دوران محمد علی شاه از محمد علی شاه لقب زکارالملک رو گرفت و به این ترتیب وارد ساختار بر روی دیوانی و سیاسی ایران شد. آقای امینی، این ماجرای لوژ بیداری و عضویت فروغی در این لوژ چه بوده؟ آیا اسنادی در این زمینه در دست داریم؟ بله جناب مهری، ما شاید یه زمانی، نه اینکه من و شما، ولی ما ایرانیان، ما پژوهشگران ایران، اونهایی که بخت دارن به این کار بپردازن، باید به این ماجرای پر از افسانه و دروغ درباره فراماسونی در ایران بپردازند و این ماجرا رو که میبخشید اینگونه میگویم، ماجرای فراماسونری در ایران تبدیل شده به یک پدیده مانند امام ناپیدا. یعنی اگه در میان مسلمانان شیعی امام زمان، امام ناپیدا یک موضوع بسیار بسیار مهم نیست، این فراماسونری هم در میان روشنفکران ایرانی خواهان استقلال و آزادی و دموکراسی و چیزهایی از این دست تبدیل شده به یک سنگ محکی و در این راستا دروغ بسیار پرداخته شده، تا جایی که به ویژه آقای اسماعیل رایین در اون کاری که در آستانه انقلاب، در اندکی پیش از انقلاب انجام دادن در مورد فراماسونری، کسی رو جز محمد رضا شاه بیرون از ساختارهای فراماسونری نیافتن در ایران. فراماسونری در ایران نمیتوان گفت همان پدیده بود که امروز برخی درباره‌اش صحبت میکنند. راستی این است که چون در ایران احزاب سیاسی وجود نمیداشت، اونهایی که میخواستند در کارزارهای سیاسی و اجتماعی هوای یکدیگر رو داشته باشند، یک نوع پیمان محرمانه با یکدیگر ایجاد میکردند. اصلا فراماسونری هم در اروپا اینگونه آغاز شد، در بریتانیا یک پیمان محرمانه میان کسانی بود که میخواستند با گسترش سکولاریسم در برابر ساختار توانای دین بایستند، ولی این رفته رفته تبدیل شد به جریانی که بخشی از اون در دست دستگاه برحال سیاسی امپراتوری بریتانیا قرار گرفت و سپس دولت بریتانیا. گواهی در دست نیست که بیشتر کسانی که در ایران به این لوژهای فراماسونری پیوستند وابستگی به بریتانیا می داشتن. هیچ گواهی در این زمینه در دست نیست. از این داستان پردازی های آقای رایی نگر بگذاریم، به نظر من، به گمان من، بیشتر کسانی که به این شاخه های فراماسونری در ایران می پیوستن برای ایجاد یک نوع تعهدی با یکدیگر، برای برکشیدن یکدیگر بوده، یک نوع پیمانی بوده که در کشورهای آزاد و پیشرفته جهان احزاب این کار را انجام میدن. شما وارد ساختار حزب جوانان یک گروه میشوید، سپس به بلندای اون حزب میرسید، جایگاه های رفیعی در اون حزب دست میآورید و افرادی که با اون حزب هستند و در جایگاه های بلند اون حزب هستند از یکدیگر پاسداری و حمایت میکنند، و همین کار در حتی کار دانشگاهی در کشورهای غربی وجود دارد که اونهایی که در یک نهاد درون دانشگاهی با یکدیگر پیوندهایی دارند جانب یکدیگر رو میگیرند. فراماسونری در غرب هم تبدیل شد به یک چنین ابزاری، از جمله در خود ایالات متحده آمریکا بسیاری از پایه‌گذاران ایالات متحده آمریکا که جنگ کردند، خون ریختند برای استقلال از بریتانیا، عضو یکی از این لوژهای فراماسونری بودند. حتی بر اسکناس یک دلاری آمریکا هنوز نقش فراماسونری وجود دارد. در ایران هم شاید از راه کنجکاوی و یا یک نوع پیوند با یکدیگر، لوژ بیداری در ایران
یکی از لوژهای بسیار ترقی خواهانه به شمار می آمد. من نام چند نفر از کسانی که در این لوژ بیداری در کنار فروغی بودن رو برای شما می آورم. ادیب الممالک فراهانی، کسی گمان نمی کنم تردیدی در این داشته باشد که ادیب الممالک فراهانی نوکر انگلستان نبوده یا وابسته به انگلستان نبوده. کمال الملک، کمال الملک غفاری، نقاش معروف. حکیم الملک، پدر حکیمی، نخست وزیر آخرین حکیم الملک، آخرین نخست وزیر رضا شاه و پدر یکی دیگر از نخست وزیران ایران. حاج میرزا یحیی دولت آبادی، ببخشید، حکیمی آخرین نخست وزیر رضا شاه؟ نه حکیم، پوزش میخوام، حکیمی یکی از وزرای دربار بود. نه، من با منصور اشتباه کردم، پوزش میخوام. به من هم گاهی وقت گاهی این شانس رو بدهید که در گفتگویی که با هم داریم یک خطای لفظی و سپاسگزارم شما این نادرستی ها رو در میابید و بلا فاصله بنده رو خواهش میکنم قربان. حکیم الملک و فرزندش، این اصلا این خانواده حکیمی معروف بودن. اینا برول بر کانون فرمان روایی ایران، دیوانی ایران می بودن از دوران پایانی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و سرانجام محمد رضا شاه. حاج میرزا یحیی دولت آبادی، خب بدونید بالاخره دولت آبادی یکی از روشن فکرترین کسانی بوده که با رخت دینی کوشش خودش رو آغاز کرده و سپس اون رو کنار نهاده و حتی یه دوران کوتاهی هم نماینده ازلی ها در ایران بوده. خواهر او یکی از برجسته ترین شخصیت های جنبش زنان به شمار می آید. همه اینها رو اگر ما به کانون فراماسونری رب بدهیم، چیزی دیگر برای ما باقی نمی ماند. فروغی و برادر خود، برادر او هم عضو این لوش بیداری شدن. من تردیدی ندارم که زنده‌یاد فروغی با دولت بریتانیا تماس داشته، روابط داشته، جانب اونها رو در یک زمینهای نگه می داشته. در چالش میان روسیه و بریتانیا و سپس شوروی و بریتانیا بیشتر به سوی سیاست بریتانیا گرایش داشته، مانند خود تقی‌زاده. ولی اینها نه فروغی رو و نه تقی‌زاده رو گماشته ی دولت بریتانیا میکنند. این که میگویند فروغی عضو فراماسونری بوده یعنی گماشته ی دولت بریتانیا بوده. من چنین باوری در مورد فروغی، در مورد تقی‌زاده و بسیاری دیگر از کسانی که همسو بودند، هواداری میکردند از سیاست از جمله بریتانیا در یک دوره‌ای در ایران، یا مانند تقی‌زاده شیفته فرهنگ غرب بودند، تردیدی ندارم که اینها وابسته دولت‌های بیگانه نبودند و انسان‌های آزادی‌خواه ایرانگرایی بودند که درباره اونها طبیعتاً ما می‌توانیم اختلاف نظر داشته باشیم. عضویت فروغی در لوژ بیداری هم از این منظر بوده. من هیچ گرفتاری با عضویت او در لوژ بیداری ندارم. آقای امینی، این جایگاه فروغی در مدرسه علوم سیاسی بله چگونه بوده؟ این مدرسه آیا اهمیتی در دوره‌ای که تأسیس شده داشته؟ و درست است که نخستین آموزشگاه عالی در ایران بوده؟ بیگمان. اصلا ما با سه رویداد تاریخی در زمینه آموزش و دگرگون شدن نگاه ایرانیان به آموختن برای زندگی اجتماعی روبرو هستیم. نخستین گام بسیار بسیار مهم، اینها رو در مورد دوران مدرنیته مطرح میکنم، نخستین گام پیدایش دبستان نو در ایران هست که یادگار زنده یاد میرزا حسن خان رشدی است که آمد و با جانبازی به راستی، جان در کف، دبستان نو ایجاد کرد. کتاب نوشت در این باره، کتاب درسی نوشت، 6 کتاب درسی نوشت و دبستان نو رو در مقابله، در برابر دبستان‌های کهن یا مکتب نهاد و فکر دبستان رو خیلی پیش از انقلاب مشروطه، پیش از فرمان مشروطه در ایران روان کرد. و باید گفت که اگر پشتیبانی امین‌الدوله نبود، در این راستا پیروز و موفق نمی‌شد. گام دوم رو که در واقع پیش از این گام اول هست،
یعنی گام دومی که پیش از گام اول هست، ولی گام دومی است به این معنا که مدرسه بالاتری از مدرسه مانند رشدی است. کسانی برداشتند که دارالفنون رو ایجاد کردند، در دوران امیرکبیر این اندیشه آغاز شد، در دوران سپهسالار این فکر بالا گرفت و سرانجام دارالفنون به وجود آمد که بلند پایه ترین مدرسه پس از دبستان در ایران بود. ولی تنها اعضای خانواده های بالا می توانستند به دارالفنون با سفارش شخص پادشاه بروند. هر کسی نمی توانست وارد دارالفنون بشود. رفته رفته سست شد این گیر و بند ورود به دارالفنون و خیلی ها وارد دارالفنون شدند. گام سوم از نظر تاریخی به راستی گام سوم ساختن مدرسه علوم سیاسی در ایران بود که مشیرالدوله پدر و پسران در این زمینه بسیار جایگاه مهمی داشتند و موضوع مدرسه علوم سیاسی هم در این بود که کادرهایی برای وزارت امور خارجه و کار اداری ایران پرورش بدهند و خیلی کار دشواری هم بود. از دل این مدرسه علوم سیاسی مدرسه حقوق بیرون آمد که نخستین آموزشگاه حقوق عالی در ایران بود. پدر و پسر فروغی در مدیریت مدرسه علوم سیاسی بسیار نقش داشتند، جایگاه بلندی داشتند. البته پسر به ویژه چون پدر در پایان کار زندگی بود و آقای فروغی معلم استاد مدرسه علوم سیاسی شد و دو کتاب برجسته خودش رو به عنوان کتاب درسی در این باره نوشت. یکی کتابی بود که در مورد اقتصاد نوشت، در مورد ثروت و اقتصاد نوشت، و دیگری کتابی که در باره تاریخ برحال دنیای مدرن فراهم کرد اروپا. اینها کتاب های درسی بود که در مدرسه علوم سیاسی هم درس داده می شد. برای دوری هم خود او مدیریت مدرسه سیاسی رو گرفت و مدرسه علوم سیاسی بسیار مدرسه مهمی در تاریخ ایران بوده. ما اون مدل های پیشرفته اروپایی رو نداشتیم و این است که مدرسه علوم سیاسی، دارالفنون و کاری که زنده یاد میرزا حسن خان رشدیه در پیدایش مدرسه نو در ایران، دبستان در ایران کردند، به راستی باید گفت که ایران رو دگرگون کردند و ایران رو مدرن ساختند. چون بدون آموزش هیچ کشوری مدرن نمیتواند بشود. زنده یاد تقی‌زاده یک نکته بسیار زیبایی رو در این زمینه مطرح میکند. میگوید میزان مدرن شدن یک کشور رو، میزان پیشرفت یک کشور رو از شمار چاکخانه های اون باید آموخت و سنجید. من میافزایم به این، در کنار میزان چاپخانه هایی که در یک کشور وجود دارد، چون میزان انتشار کتاب رو نشان میدهد، گسترش آموزش رو باید سنجشی برای درجه پیشرفت کشور شناخت. و ما تا پیش از پیدایش دارالفنون، سپس دبستان نو و سرانجام مدرسه عالی و مدرسه علوم سیاسی و چند مدرسه‌ای که خارجی ها در ایران ایجاد کرده بودند، مدرسه پزشکی، مدارس پزشکی که در گوش و کنار ایران میسیونرهای مسیحی ایجاد کرده بودند، ما با آموزش نو بیگانه بودیم و ایرانیان تنها می توانستند از راه رفتن به خارج از ایران با آموزش نو آشنایی پیدا بکنند. نخستین گروه محصلین اعزام شده به خارج هم در دوران نایب السلطنگی عباس میرزا راهی فرنگ شد که از دل اونها چند نفر از همین نخبگان آینده جامعه ایران بیرون آمد. آقای امینی بفرمایید که نقش فروغی در برآمد رضا شاه، در جلوس رضا شاه به سلطنت چه بوده و بفرمایید درباره خطابه معروف او در تاجگذاری رضا شاه چه می‌فرمایید؟ فراز رضا شاه به سوی سلطنت روایی بر ایران و سلطنت چند مهره اصلی داشت. دو مهره اصلی سیاسی فراز رضا شاه داور و تیمورتاش بودند. این دو در واقع می توان گفت شخصیت های سیاسی زیادی وجود داشته، ولی دو مهره سیاسی اصلی تیمورتاش و داور بودند که هیچ یک از اینها به بلندای جایگاه
دانشی فروغی نمی رسیدن. فروغی یک سرگردن از اینها در زمینه دانش و نفوذ در میان نخبگان و روشنفکران ایران اون زمان بالاتر بود. چند تن هم در میان ارتشی ها، حالا بعدها واژه ارتش مطرح شد، نظامیان جایگاه برجسته‌ای در فراز رضاشاه به قدرت داشتن. شاید امیر احمدی یکی از مهمترین اونها بوده باشه. ولی از اینها اگر بگذریم، به داوری من از نقطه نظر فکری، اندیشه‌ای و پرداختن به فکر پادشاهی، پادشاهی خودکامه یا پادشاهی خودکامه منور، چند نفر خیلی جایگاه برجسته داشتن. تقی‌زاده در حاشیه و فروغی در کانون این کار بود. فروغی بود که فکر پادشاهی رضا شاه رو در واقع تضمین کرد، تعمیم داد، گسترش داد، پروران به یه معنایی. اون سخنرانی معروف در هنگام تاجگذاری رضا شاه هم سخنرانی بسیار جالبی است. در واقع می توان گفت رفتار فروغی در این سخنرانی مانند سیاستنامه نظام الملک است. اندرز می گوید همراه با پشتیبانی از پادشاه. بسیاری از نخبگان ایران در اون هنگام بر این باور بودند که بدون یک پادشاه مقتدر و تا حدودی خودکامه و متمرکز نمیتوان کشور رو اداره کرد. این است که در سودای اندرز دادن بودند. سخنرانی او هم بیشتر جنبه اندرز دارد. شاهان گذشته ایران رو برمی‌شمارد و اونها رو برجسته میکند و به پادشاه اندرز میگوید. در اینجاست که میتوان تفاوت دیدگاه فروغی و مصدق رو آشکارا دید. مصدق فراز رضاشاه را آغاز یک دوره استبداد بسیار بسیار پر از بلا برای جامعه ایران میبیند. فروغی بر این باور است که بدون یک پادشاه اصلاح طلب یا یک اندیشه یا یک مصلح منور نمیتوان کشور را پیش برد. دو دیدگاه کاملا متفاوت در برابر یکدیگر ایستادند و می توان گفت که فروغی یکی از مهمترین مهره های فراز رضا شاه به پادشاهی و شاید مهمترین مهره تضمین پادشاهی محمد رضا شاه در دوران پایان پادشاهی رضا شاه و دوره اشغال ایران از سوی متفقین است. نقشی که او در پادشاهی پهلوی ایفا کرده، کمتر کسی این نقش رو می توان گفت داشته. آقای امینی، فروغی در دورانهایی که مشکل و اشتغال سیاسی کمتر داشته، کتب زیادی در رشته های مختلف نوشته، در رشته های مختلف انسانی، و بسیاری از واژگان این علوم رو برای نخستین بار در زبان فارسی روان ساخته. بله، کاملا درست. بفرمایید که در این زمینه چه آثاری هست که میتوان به اونها اشاره کرد؟ آثار بسیار زیاد است. در برنامه گذشته تقریبا میتوان گفت من فهرستی از این آثار رو برای همیهنان خواندم. نکته ای که من باید جدا از نام این آثار با شما در میان بگذارم در این است که ما با یک گرفتاری بزرگ فرهنگی تاریخی در ایران مدرن روبرو هستیم. و اون آقا امینی در زم خبر دادن 3 دقیقه وقت، پس هیچ وقت زیادی نده. و اون گرفتاری در این است که این پرده‌ای که باید میان کار سیاسی و کار روشن فکری در جامعه وجود داشته باشد در ایران در هم دریده شده. کمتر کسی رو ما میابیم که توانسته باشه تنها به کار فرهنگی و روشن فکری بپردازه و خودش رو از سیاست و از کارهای اداری دور بداره. زنده یاد احمد کسروی نمونه ای از چنین شخصیتی است که بیشتر کارهای خودش رو در دورانی انجام داده که در کار عدلیه نبوده. یا آدمیت، فریدون آدمیت، هنگامی که از کار وزارت امور خارجه کناره گرفت بود که آدمیت رو ایرانیان به عنوان یک پژوهشگر دوران مدرن شناختند. فروغی هم
در دورانهایی که در کار سیاست درگیر نبود به کارهای پژوهشی و ادبی بسیار ارزشمندی پرداخت. شوربختا که در کشاکش سیاسی ایران نیروهای درگیر میکوشیدند تا هر شاعری رو به سوی یکی از این جبهه ها بکشند، هر کسی رو وارد امور سیاسی بکنند. در حالی کار روشن فکریگری باید اگر چه بر سیاست تأثیر داشته باشد وارد و آلوده سیاست روزانه نشود، ولی این شدنی نبود در ایران. حتی ملک و شعرهای بهار کشانده شد به کانون سیاست و سناتور شد. پرویز ناطق خاندری سناتور شد، کار او هم نبود. ولی به هر حال این در دورانی که فروغی از اون از فروغی یاد میکنیم، بیشتر کارهایی که ماندگار بوده از فروغی در دوران پیش از پادشاهی رضا شاه و پیش از درگیری او در کارهای سیاسی، چون فروغی 25 بار وزیر شد، دو بار نخست وزیر، یک بار کفیل نخست وزیری شد، بنابراین بخش زیادی از زندگی خودش رو در چالش سیاسی گذران. آقای امینی، بله آقای امینی، بله پایان. فقط یه سوال، بهار هرگز سناتور شد؟ نه سناتور نشد، پوزش میخوام، نه سناتور نشد، ولی در حاشیه سیاست درگیر شد. من اشتباه کردم، سناتور نشد، من مرادم کسی دیگری بود. وزیر آموزش پرورش، وزیر شد. بله بله وزیر شد. خیلی ببخشید آقای امینی. نه کاملا، نه نکتتون کاملا درست. به نظر میاد که در برنامه آینده بخش های پایانی این سخن درباره فروغی رو هم اگه موافق باشید ادامه بدیم. بله، که دست کم این رو بسته باشیم. بله بسیار خوب. خیلی ممنون آقای امینی. شب و روز شما خوش، موفق باشید در سفر به اروپا. و با تشکر از شما هستم.